سلام، خسته نباشی. خانوم صبح بخیر گلتن خانم. چی شده بازم؟ چیزی نشده. من یه کار جدید شروع کردم، خواستم به شما هم معرفیش کنم. منو میبخشی، کار دارم، وقت ندارم واسه صحبت کردن. چرا شاکی میشی؟ دارم این آدم با تون صحبت میکنم. نمیخوام بدونم، لطفا برید بیرون. بابا چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ مگه منم دخترتو اذیت کردم؟ برو کوزه. یه لحظه، یه ثانیه. از گونه اینا راحتین، مشکلتون با من چیه؟ هیچ مشکلی ندارم. واقعا که من یه کار جدی شروع کردم، پیش خودم فکر کردم که گفتم گلتن خانوم حتما استقبال میکنه. نیا، هیچ وقت نیا. یالا خداحافظ. گلتن خانوم چیزی شده؟ همسایگی مرده و سنخا، همین. انسانیت هم دیگه کسی نداره. ما رفتیم. این چش بود؟ مسئله چیه؟ چیزی نیست. زشته بابا، زشته. دو دقیقه هم نخواست با من حرف بزنه. این چه رفتاری بود آخه با من کرد؟ آخه دلیلم داشت دیگه، به خاطر گونه. کله پدر گونه. دنبال تو بودم. کوزه این چیه؟ ببین، چیه این؟ اولش فکر کردم منظورش از دوست پسرم گونه بوده، ولی انگار منظورش تو بودی. چی میگه این یارو؟ حرف کیف و اینام زد، ولی اصلا نفهمیدم چی میگه. یه دقیقه باشه ببینم چی داری میگی. درست حرف بزن ببینم چی میگی. من هیچی نفهمیدم. دیروز یه مرده به هم گیر داده بود. خب حتی اسم منم میدونست. بعد یه جوری شماره منو پیدا کرده، این مسیج رو برای من فرستاده. ببین اسمش فرهاده. فرهاده؟ گفت به تو سلام برسونم. به من؟ فرهاد؟ فرهاد یعنی مزاحم تو شده؟ امروز این گوشواره ها رو برام فرستاده، لنگش هم فرستاده برای تو. از اون شماره بهت زنگ زده؟ بده من ببینم. جواب بده مرتی که یه الدنگ، جواب بده. دیگه دارم میترسم کوزه. کی این یارو؟ خب حرف بزن. یه لحظه باشه ببینم. آقا تلفنتون. Thank you.
الو فرهاد عوضی. خیلی وقت منتظرتم. کجایی عوضی؟ گفتم کجایی؟ بگو که بیام همونجا بکشمت. کجایی؟ بیا منو بکش، منتظرتم. بهت میگم جا تو بگو عوضی. باشه وایسا تا بیام. سب کن ببین چه بلایی قراره سرت بیاد عوضی. ببین که داری بازی از خودت در میاری. بازی نیست، منتظرتم. دیگه وقت تصفیه حساب رسیده. وایسا عوضی، باید بمیری. وایسا وایسا، اسرائیل داره میاد. شنیدی؟ تو همینجا وایسا. کوزه کجا میری؟ وایسا. خب کجا داری میری؟ گفتم وایسا. بله کوزی، به من بگو چی شده، کجا رفتی؟ چیزی نشده، شلوغش نکن. این یارو کیه؟ چی میخواد از تو؟ با من چی کار داره؟ چیزی نیست، من حلش میکنم. اون عوضیو ادب میکنم، تو نگران نباش. خودتو تو درد سر ننداز کوزی، تو رو خدا التماست میکنم حماقت نکن و برگرد. به خدا به بابات میگم. چمره نکن، این کارو نکن. شنیدی؟ اینجوری بیشتر تو درد سرم میندازی. شنیدی یا نه؟ به کسی چیزی نگو، فهمیدی؟ آره یا نه؟ من میترسم گوزه. نه ترس عزیزم، چیزی نیست، زود بر میگردم، بهت قول میدم. خیلی نگرانم. نگران نباش، چیزی نیست. خدافظ. بیشور بیمسئولیت. گونه گونه، ای بابا پولش یادت رفت، چرا عجله داری؟ باشه مرسی. ممنون عزیزم. بفرما، اینجا هم راجب نامزدی بارش هاکمن و ونوس تزرل نوشته، همه جا خبر اوله. گلتن خانم اینا هم اونجا بودن. خبرشو دارم، بهشون افتخار میکنیم. ای بابا خبری نبود. حیف، حتی یه عکس هم از شما و جمره نیست. چیش حیف آخه؟ جمره خودش نخواست عکس بگیره، چون نمیخواستیم تو چشم باشیم هی مجبور بودیم سر و صورتمونو قایم کنیم. آه گونه یا ببین کجاست؟ گوشه یه صفحه است ولی کنار بانوه. چون باهاشون همکاره مجبوره. خب حالا کی قراره تیزر جمره رو ببینیم؟ جمره کارو قبول نکرد. وا چرا؟ جمره از شب اول
توجه رو به خودش جلب کرد. همه ریخته بودن رو سرش، نمیتونست نفس بکشه. گفت از الان اینجوری میکنن، خدا میدونه بعد تیزر تبلیغاتی میخواد چی بشه. اونم تحمل این چیزا رو نداره. نخواست دیگه، منم به نظرش احترام گذاشتم. وا، خل شده؟ همه دخترها خدا چونه؟ والا دخترم اینجوریه دیگه، حوصله این شلوغ بازی ها رو اصلا نداره. شاید گنهی مخالفت کرده. آه، به گنهی چه ربطی داره؟ مگه گنهی این کارو پیدا نکرده؟ کی همچین چیزی رو گفته؟ خودشون به جمره پیشنهاد دادن. تصادفاً گنهی هم تو اون شرکت هست. خودش نمیخواد دیگه، من که نمیتونم به زور وادارش کنم. قسمت نبوده. حیف شد، لعیت به بخت خودش زده. سرشونو بشور، هر دوتاشونو. باشه. ناراحت نباش. بفرمون. یه در بستشه، یه در دیگه باز میشه. اگه قرار بود ناراحت بشیم که پیشنهاد رو رد نمی کردیم. چرا ناراحت بشیم؟ والا. الو جمره؟ بله خاله هندان. امروز صبح چی شده؟ یه جعبه آوردن خونه، توش یه نوشته بود. ببینم تو با کازه چه رابطه ای داری؟ هیچ رابطه ای ندارم. ولی گنه اینجوری فکر نمی کنه. یه خبری هست، مطمئنم یه خبری هست. بالاخره همه چیزو می فهمم. گونه چی شده پسرم؟ من دستشو رو میکنم. چیو؟ کوزه ی عاشق جمره است. اینا من احمق فرض کردن. گونه معلومه کجایی؟ نونا همشون بیاد شدن. تا کی باید منتظرت باشم؟ همچین چیزی غیر ممکنه. هست، مطمئنم یه چیزی هست. باور کن این امکان نداره، اون برادرته. گونه معلومه داری چی کار میکنی؟ میخوایی میونی این دوتا برادر رو به هم بزنی؟ من هیچ کاری نکردم، بین من و کوزایم هیچی نیست. پس معنی اون نوشته چیه؟ خاله هندان قسم میخورم من بیخبرم، من هیچی نمیدونم. نمیدونم چی بهتون بگم، کوزایی برگرده خودش توضیح میده. چیو توضیح میده؟ چیو؟ داری زیر زیرکی رابطه پسرامو به هم میزنی؟ چون گونه ای دیگه نخواستت میخوای ازش انتقام بگیری؟ آره؟ چی دارین همینطوری میگین؟ شما از این چی خبر ندارین؟ ببین دختر، از پسرای من دست بکش. مزخرف نگو. پیتر بیاد. اینه ای رو که جدا کردم و بذار توی چمدون، حسن ببره خیریه. چشمان خانم.
اینجا بی خودی بزرگه. میتونیم این دیوار رو برداریم و اتاقو بزرگتر کنیم برای بچه ها. خیر باشه. کار تعمیرات داری؟ صبح بخیر. امروز قراره معمار بیاد. طرح جدید اتاقو بهش میدیم. اتاق جدید؟ منظورت اینه که قراره با هم زندگی کنیم؟ چرا هیچ کس نظر منو نمیپرسه؟ بانو بانو این چه برخوردی بود ها؟ ها؟ ونوس نامزد منه. من با اون گناه احمق احترام میذارم. اون وقت تو با ونوس اینجوری رفتار میکنی؟ اگه قراره اینجا زندگی کنی نظر منم باید میپرسیدی. چرا؟ چون تو دردونه بابایی یا پدر واقعی تو. به خاطر اینکه نمیخوام با ونوس زندگی کنم. ببخشید ونوس، دیشب نتونستم بخوابم، اعصابم به هم ریخته است. ولی واقعا باید با منم صحبت میکردین. فکر میکردم قبلا صحبت شده، ولی من دیگه نمیخوام اینجا زندگی کنم. ونوس بسه. اون مرمولک اعصابتو به هم ریخته؟ دیوونه شدی نکنه که اون دختره رو انتخاب بکنه. باریش کم شو برو. ونوس اینجا زندگی میکنه جلوی چشات. بعد از ازدواجم گنایم میاد اینجا، یه خانواده یه بزرگ میشیم. اگه ازدواجی باشه. بعد از این برای هیچ کاری روی من حساب باز نکن. هیچی. دیوونه. این یکی از بهترین طرحامونه. دیروز 50 تا ازش داشتیم اما فقط همین یکی مونده. سایز 36 هم هست. ولی سایز من 34 امکان نداره. مگه میشه؟ کاملا مشخصه سایزت 36ه. این بهتر رو تنت وای میسه آبجی. باشه. شک نکن چشمای من اشتباه نمیکنه. ارجان بپیچش واسه خانم. چشوسا. توجه توجه. بشتابین آتیش زدیم به مالمون. 4 تا بخر 2 تا جایزه ببر. مبارکتون باشه. بعد داداشی شده را گم کردی. چه عجب از این طرف ها. میخوام با صحبت کنم. خیر باشه. خب تعریف کن. ببین علی، قبلنم ازت پرسیدم درست حسابی جواب ندادی. دوباره میپرسم، کوسه و جمره رابطه دارن؟ ای بابا این مزخرفاتو تا کی میخوای تو اون کلت نگه داری؟ جواب منو بده، رابطه دارن درسته؟ همچین چیزی هم نیست. قسم میخورم سر صبحی چه شده باز این فکر مزخرفو کردی؟ خیلی خوب، پس این چیه؟ امروز برای کوسه اومده. این یعنی چی؟ جمره ارزششو داره که کوسه جونشو براش بده. کدوم احمقی اینو فرستاده؟ بابا راستشو بگو راحتم کن. چرا انقدر داری با من بازی میکنی علی؟ موضوع چیه؟ چه رابطه ای دارن؟ من از هیچی خبر ندارم. به خدا قسم من از هیچی خبر ندارم گونه. یکم آروم باش. بیا اینجا بشین ببینم حرف حساب چیه. بیا. خیلی بهت میاد. نه نمیخوام. جمره لطفاً قبول کن. واسه تولدت نتونسته بودم هدیه بخرم. به عنوان هدیه تولدت قبول کن.
ما از هم جدا شدیم. دیگه فرقی برام نمیکنه. فقط میخوام بدونم موضوع چیه. یا یه شوخی خیلی احمقانه است یا یکی میخواد میونتونو به هم بزنه. والا من که نمیفهمم. آخه این خیلی مسخره است. باورم نمیشه تو این موضوع رو چرا جدی گرفتی. حالا هر چی تو بدونی هم هیچی نمیگی. رفیق فابریکشی دیگه. جمرس گونه. سلام جمره. علی کوزه ای تو در سر افتاده. منظورت چیه؟ به من گفت به کسی چیزی نگم ولی خیلی میترسم بلایی سرش بیاد. بگو ببینم چی شده جمره. این گونه ی احمقم که تلفنشو جواب نمیده. علی تو یه کاری بکن. این دیوونه های او قاطی کرد و رفت. کجا رفت؟ گفت اگه به کسی بگی شرایط بدتر میشه. علی به خدا نمیدونم چی کار کنم. بگو کجا رفته؟ پیش یه نفر به اسم فرهاد. گفتی فرهاد؟ کی؟ گفت دارم میام بکشمت. میترسم اتفاق بدی بیفته. کجایی رفته سراغ فرهاد؟ الان تو کجایی؟ من خونم. این یارو کیه؟ تو میشناسیش؟ خیلی خوب زود میایم پیشت. جمره میگه کوزه تو خطره. زود باش بریم. ای خدا این پسر دیوونه است. کلش بی قرمه سبزی میده. جواب نمیده. پسره احمق. خوبه گفتم به کسی چیزی نگو. همینجاست. پس وایسا وایسا. تشکر. منتظرم باش. ولی من باید برگردم ماشین رو تحویل بدم. داداش منتظرم باش طول نمیکشه. نه داداش پولمو بده برم. مجبوری وایسی. برگشتیم پولتو میدیم. اینم بگیر. بیا که خیالت راحت بشه. زیاد طول نمیکشه. سری برمیگردم. آخه اینجوری نمیشه که. داداش میرم یکی رو ببینم و بیا. مشکلی نیست. نگران نباش. وایسا دیگه. داداش دردسر درست نکن. من زن و بچه دارم. خب داشته باش. خدا حفظشون کنه. همینجا منتظر بمون. فرهاد! آهای عوضی! بیا من اومدم مردی نشون بده خودتو! بیا بیرون فرهاد! من اینجام! کجا اینا مرد؟ نایمده مدرسه؟ مطمئنی؟ باش. نه حتما بیاد ببینه نیستم زنگ میزنه. باشه اصلا خودم بهش زنگ میزنم. مرسی ارگون. میبوسمت. بای بای.
زود باش تعریف کن. بیاین تو. برو. موضوع چیه؟ میخواستم بهت خبر بدم. چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ گفتم شاید تو بتونی جلوشو بگیری. جمره بگو موضوع چیه؟ یعنی چی؟ برای تو هم فرستاده؟ صبح گذاشته بودم پشت در خونه. اینه همونه. لنگش هم خونه گونه ایناست. همون عوضی اینا رو فرستاده. بابا اینجا چه خبره؟ مردی که لعنتی چقدر بهمون نزدیک شده. تو اونم چیزی نوشته؟ خب این کیه؟ چی میخواد از من؟ تو زندان دشمن کوزهی بوده. چرا دنبال من رو افتاده؟ از جون من چی میخواد؟ شما فکر میکنه تو دوست دختر کوزهی؟ مثل تو دیگه نه؟ ها؟ مثل مامانت. مامان جونت زنگ زد هرچی از دهنش در اومد به هم گفت. خدا ازش نگذره. همه زده به سرشو. همه با من مشکل دارن. خیلی خوب جمره جان، گریه نکن. از اول تعریف کن. چی شد؟ چطور شد؟ کوزه کجا رفته؟ وقتی صبح اینا رو دیدم رفتم که از کوزه بپرسم این چیه. تو را دیدمش. جمره گریه نکن، حرف بزن. جمره اگه به گریت ادامه بدی شاید بلایی سر کوزه بیاد. حرف بزن، درست حسابی حرف بزن، ببینیم کوزه کجاست. پول کرایه تاکسی نداری هارت و پورتم میکنی؟ نگران نباش، پولشو دادم رفت، حتما حلالت میکنه. ببین میکشم دوستی، تو خیلی بیشرفی. حواستون به شکمش باشه، مواظب باشیم به اونجا نزنیم. کازه یارون باش، صبر کن. یه نگاه به این بنداز، فیلم پدرته. ببین هنر نماییشو. حالا کوزه میبینی که منم اگه بخوام بیخیال بشم انگار تو بیشتر تنت میخاره ها. چی کار کنیم؟ پس فطرت تو مشکلت با منه. کاری به کار اطرافیانم نداشته باش. دورو بره بابام و برادرم و خانوادم و جمره نکرد. وگرنه تختشو بسته. بخوام میتونم بابا تو بندازم زندون. این که دیدی کاملشم دارم. کوتاه‌ترینشو دیدی. دست پلیس بیفته میفته تو زندون. خدا لعنتت کنه عوضی پس فطرات. برای دست پلیس نمیدم. اصله رو بگیر اونور. به جای این کارا بیا با هم توافق کنیم. یکم بکشش راست. راستر بس خوبه همینطوری. راستر بره بهتر نیست. بابا خوبه همین، مگه خودت کار نداری؟ الله اکبر، شما هم یکم اجاره کنین، کلی کار داریم. به سلامت، بازم بیاین. خیلی ممنونم، زحمت کشیدی گلتن جان. خیلی ممنون. خدافظ.
الو آقای جان. خودمم. سلام، من گلتن چایکم. گلتن دیگه، مامان جمره. سلام، خوب هستین؟ والا راستش زیاد خوب نیستم. اول به خاطر اون اتفاقی که افتاد ازتون معذرت میخوام، بعدم بابت این که به این شمارتون زنگ زدم منو ببخشید. خواهش میکنم. اون روز رفتاری که جمره نشون داد به جا نبود، قبول دارم، ولی خب بهش خیلی بی‌انصافی شده، به خاطر همینم از کوره در رفت. هر کی به جای اون بود خب میدونم برخورد بدتری میکرد. از کارش که بیکار شده هیچ، غرورش هم له شده. من از شما شنیدم که قراردادشو لغو کردن، میدونید؟ نه منظورم این نبود. خوش اومدی. نمیگم تقصیر شما بود ابدا. اتفاقا من اینو میدونم که شما هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتین. به جمرم گفتم. گلتن خانم، برای جمره خیلی ناراحت شدم، ولی خودتونم بهتر میدونید که دیگه نمیتونه توی اینجا مشغول کار بشه. نه نه، منظورم دیگه تیزر تبلیغاتی نیست، ولی خب حداقل برای جبرانم که شده. شما که کارتون فقط با سینانرا نیست، مثلا توی شرکت دیگه تون اگه بخواین میتونین کار بهش بدین. کار میخواد؟ میدونین به خاطر خودخواهی یکی دیگه این اتفاقا واسه جمره افتاده. من میخوام دخترم حتما یه شغلی داشته باشه، چون شما با اونا فرق دارین باهاتون تماس گرفتم. ممنونم. از وقتی این اتفاق افتاد اعصابشم خیلی به هم ریخته است، به خاطر اینکه با شما قرارداد بسته بود، کار خودشم کنار گذاشت. ازتون خواهش میکنم کمکش کنید، شاید از این به هم ریختگی در بیاد. اون قبلا مشغول چه کاری بوده؟ جمره رو میگی؟ تو یه شرکت خصوصی، تو قسمت بازاریابیش مدیر بود. متوجه شدم. من سعی خودم رو میکنم، ولی قول 100% نمیدم. بله حتما، فقط محض احتیاط من شماره موبایل جمره رو برای شما میفرستم. خبری شد شما باش تماس میگیرین دیگه، آره؟ بله حتما. در هر صورت خیلی ممنونم ازتون، ببخشید که من مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. ولی واقعا در حق دخترم بی‌انصافی کردن، من خیلی ناراحت شدم از این موضوع. خب دیگه من بیشتر وقتتون رو نگیرم، به امید دیدار. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. ولش میکردی تا فردا صبح حرف میزد. ولی واقعا در حق جمره بی‌انصافی شده. به نظر منم همینطوره. باید حتما براش یه کاری جور کنیم. جمره، جمره، مامان یه دقیقه صبر کن. بابا کوسه رفته پیش فرات. چی؟ چی شده؟ باز پیش اینا چی کار داری؟ مامان کوسه تو درد سر افتاده. الان پیش فرهاده. دارت نمیخواد حتی برای ملاقات آقا سامی هم بری زندان، مگه نه؟ دسته تو بنداز عوضی، حواست باشه دیگه اسم بابامو به زبون کثیفت نیاری. چند سال پولش خوردی، بعد هم بهش ناراض زدی، ولی من اجازه هم چی کاری بهت نمیدم. ببین پسر، سه تا از مغازم با اون همه جنس توش آتیش گرفتن از بین رفتن. کما بیش منو میشناسی، میدونی به این راحتی یا بیخیال نمیشم، اما مگه نه؟ بلدم چجوری تاپ درون آخرش ازت بگیرم. منم میدونم زندگی تو چطوری نابود کنم. واسه اون پولو نخور، فکر نکن از کجا باز جورش کنی. باید برای من مبارزه کنی، اینجوری بی حساب میشه. من تو اون چهار دیواری زندون بردد نشدم، حالا میخوای اینجا بشم آشغال؟ قبول نکنی چیزایی بیشتری از دست میدی.
شنیدم همش دنبال کاری و میخوای پول در بیاری. بچه جون دستتو بکش کنار، اون روی سگ منو در نیار. همون جوری که بساطتو جمع کردم، از این به بعد هر قدمی بخوای برداری مثل سایه پشتتا، نمیذارم نفس بکشی. فکرتو بکن، بخوام میتونم زندگیتو تباه کنم، ولی بهترین پیشنهادو بهت دادم. برای من مبارزه کن و بدهی باباتو صاف کن. بیچاره با این سن و سالش باید بره گوشه زندون. همیشه اذیتش کردی، الان که میتونی نجاتش بدی این کار بکن، هم اونو هم منو خوشحال کن. تو مشکل روانی داری، تو مریضی، عقل تو سرت نیست. قسم میخورم تا به روز سیو ننشونمت ولت نمی کنم. منم تا نکشمت ولت نمی کنم. ببین باباته چقدر حلال زاده است، داره زنگ میزنه. عاقل باش، کاری نکن که پشیمون بشی. بفرما سامی خان. خفش و کسافت عوضی، دست از سر پسرم بردار بی ناموس، وگرنه برای سرت میارم که از زنده بودنت پشیمون بشی عوضی. هی آروم باشه کم، سکته میکنی؟ حواستو جمع کن، اگه برای سر کوزه بیاری زندگیتو سیاه میکنم، با دستای خودم خفت میکنم، زنده به گورت میکنم. حسین آقا شما برو به کارت برس. نگران پسرت نباش، هیچ زد و خوردی نداشتی. مثل دوتا آدم حسابی داریم صحبت میکنیم. میخوام صد تل سیاه صحبت نکنی. ای بابا شورشو در آوردن. الو بابا. کوزه پسرم حالت خوبه؟ خوبم. من خوبم، نگران نباش. اذیتت میکنه؟ کی؟ این عوضی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالم خوبه، داریم صحبت میکنیم. تو پیش اون عوضی چی کار داری آخه؟ مگه میخوای منو سکته بدی؟ بابا ازش بپرس کجاست. بگو کجایی، بگو الان کجایی، وگرنه به پلیس زنگ میزنم. خیلی خوب، نگران نشو، این عوضی هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه بلایی سرم بیاره. یه حساب کوچیک با هم داشتیم حل شد، صحبتمون هم تموم شد، یعنی مشکل حل شد. دیگه نگران نباش. چه حسابی؟ چیو حل کردین؟ هر جهنمی هستی فوراً پاشه بیا اینجا، نگرانی مردم. باشه میام، فعلا خداحافظ. کوزه آفرین به تو. چی گفت؟ گفت بر میگردم، گفت دیگه به توافق رسیدیم، یعنی اگه اتفاقی برای پسرم بیفته با من طرفه، میکشمش، نمیذارم زنده بمونه. باشه. گفتی جبر اون فرستاده نه؟ اینه همینو برای جمرم فرستاده. همین یارو جمره رو تعقیب میکرده. خدا لعنتش کنه. لابد الان از حرفایی که زدین خجالت کشیدی نره؟ مگه چی گفته؟ به هم تهمت زدن که با کوزه رابطه دارم. هر کی اون نامه رو میخوند همون فکر رو میکرد دخترم. مامان لطفا تمومش کن. من حرف نزن، ارزش نداره، به خاطر این خانواده کم بلا سرمون نیومده. برو بابا، بابا حرف زیادی نزن، به اندازه کافی کلافه هستی. مثلا چی کار میخوای بکنی؟ مامان بیا بریم. شما بفرمی تقصیر دخترم چیه؟ اون چه گناهی کرده؟ با همه تونم. آروم باشی، دست از سر ما برداری، راحت بذارین دخترمو، از هر طرف ناراحتش میکنی، بس دیگه ول کنین، انگار ما مجبوریم تقاص کارای شما رو بدیم. بفهمی چرا از دست اینا خلاص نمیشیم؟ خدا رو شکر از شرشون خلاص شدیم. بهتر نیست به پلیس زنگ بزنیم بابا، شاید کوزه گفته دارم میام که ما نگران نشیم. نه بهتر منتظر باشیم،
شاید اگه به پلیس خبر بدیم یه بلایی سر کوزه بیاره. زبونم لال. خدا نکنه.